به به سلام آقا، هرچی موعد مذاکرات 5+1 نزدیکتر میشه اوضای ولایتم شلم شورباتر میشه. لنگ یکی تو فک اون یکیه، مشت اون یکی تو آگاه اون یکیه. خلاصه بزاریاتیه. اول از روزنامه جوجه بسیجی ها شروع میکنی. با تأکید بر اینکه به تلاش و تحرک دیپلماتیک اهمیت میدهیم، نیروهای خط مقدم دیپلماسی کشور را به شناخت بیشتر ماهیت نظام سلطه متذکر میشویم. نقطه موشکافانه قضیه اینجاست که هم دار و دسته علی خمار، هم دار و دسته کوسه، جفتشون سینه چاک مذاکره، هم یکی میخواد با پای چپ وارد مذاکره بشه، یکی با پای راست. مثلا این یارو چغندر عمامدار ولایت رو ببینی. مطلب تحلیلی مربوط به ایجاد رابطه و گشودن باب مذاکره با برخی از دولت هاست. چرا بعضی از دولت ها با ما قطع رابطه میکنن؟ چون میخوان شما رو از مواضعتون و دین و قرآن و رهبری و ولایت جدا کنن. قذافی در لیبی با اینکه تمام تشکیلات هسته ایش رو در کشتی گذاشته تقدیم دشمناش کرد، به همه خواسته های اونها تمکین کرد، اجازه دادن با چه ذلتی او بمیرد. چرا آسمون مذاکرات رو بافتی به ریسمون سیدعلی؟ قیر و غمیش نه یا ایک بری؟ مذاکره چی شد؟ 5+1 چی شد؟ هر یک از این کشورهای متخاصم در سر سودای براندازی نظام جمهوری اسلامی رو نداشته باشن، حاضر باشن با زبان تکریم و نه تحریم و تهدید با ما مذاکره کنن، ما حاضریم. کت شد و مد شد، آخرش رسید به آب نبات مذاکره. اولا خیال تخت باشه، اونا که سودای براندازی تو و ولی امر تو رو دارن ملت ایرانن. ثانیاً مگه همین الان جلز و بلز نمی کردی که میخوان شما رو از بند ناف ولی بقی جدا کنن؟ حیف نور. چی شد یهو یاد اعلام آمادگی واسه مذاکره افتادی؟ خب مذاکره نکن، چی زورت کرده؟ سخن از نرمش است نه چرخش، و سخن از قهرمانانه است نه ذلیلانه. ببین از این افاها نیا، اصلا به ریختت نمیخوره. چرخش شیادانه و نرمش ذلیلانه و اینا رو بذار کنار. خب میمیری تو هم مثل اون یارو دراکولای نظام فلاحیان حرف ته دل سیدعلی رو بزنی؟ جونت بالا میاد بگی تحریم بابامونو در ورده. الان دوره هست که خب ما بر اثر تحریم ها تحت فشار اقتصادی قرار گرفتیم. ما یک مشکلی داریم که با این تحریم ها اون روند رشدمون متوقف شده توی یکی دو ساله اخیر مخصوصا، و فشار رو تشدید شده. بله این طرفی ها یعنی سگ و سیله های خامنه ای میخوان قلاده تحریبا رو با مذاکره شل کنن و همچی پارس کنن برن واسه استخونه بمب اتم. اما کوسه دنبال تبدیل تکزنگ به پیونده، و بعدم بادا بادا مبارک بادا ایسیادا مبارک بادا. بیشک فرصت کنونی برای احقاق حق مردم ایران تکرار ناپذیر است، و اگر این فرصت از دست رود مسئولش افراطیون خواهند بود. روحانی باید پیام این کارشکنی ها را بگیرد و برای عبور کم هزینه از دالان های فشار کمربند ها را محکم تر نماید. آره بگو اگه کمربندش به اندازه کافی سوراخ داره تا میتونه سفتش کنه، چون ممکنه تو ادامه این بزن بزن ها
کار سیدعلی از لنگ کفش برونی به چنگ انداختن به عباب و قبا و کمربند حریفم بکشه. بی خود نیست اکبر کوسه اینجوری به جلز و بلز افتاده. قصب اراده مردم یک ظلم سیاسی است. حکومت بدون حضور و اراده مردم دوام ندارد. اکبر کوچیو تو توقع داری سیدعلی بعد از 24 سال ولایت نیمبند بیا تاج امام پیچو تخت سلطنتشو دو دستی تقدیم تو شفری بکنه؟ خوبه، توقع داشته باش. همین جوریه که کار از گشایش میگذره و میره تا کلان جر خوردگی. Oh.